وبسایت العربی الجدید در گزارشی به وضعیت آلودگی میکروبی در بیمارستان‌های یمن و جانباختن صدها نوزاد یمنی به دلیل بی‌توجهی به استانداردهای بین‌المللی پیشگیری و کنترل عفونت پرداخته است. بر اساس آمار و ارقام رسمی وزارت بهداشت یمن، از سال 2016 میلادی تا پایان سال گذشته 4171 نوزاد در سه بیمارستان دولتی السبعین در صنعا و الجمهوری و الیمنی السوئدی در مرکز شهر تئز جان باختند. نرخ مرگ و میر نوزادان در یمن 26 مرگ در هر 1000 تولد است که بسیار بالاتر از میانگین جهانی است که در سال 2019 به 17 مرگ در هر 1000 تولد رسیده است. با این حال این شاخص ها تا پایان دسامبر 2022 وخیم‌تر شده و دکتر کبیر حسن مسئول اداره بهداشت یونیسف در یمن در این باره تاکید کرد یمن یکی از کشورهایی است که بالاترین میزان مرگ و میر کودکان را در خاورمیانه دارد و 60 کودک از در هر 1000 تولد در این کشور جان خود را از دست می‌دهند که دلایل آن با بیماری‌های عفونی، التهابات، آلودگی‌های بیمارستان‌ها و عدم رعایت بهداشت است.